اگر دنبال این هستی که نویز صداتو بگیری و بتونی صدات رو با ویدیوات به صورت اوتوماتیک سینک کنی، حتما این ویدیو رو ببین. من پوریام و اینجا چنل منه. اگر هنوز سابسکرایب نکردی و زنگوله رو نزدی، لایک و کامنت نذاشتی، حتما این کارا رو بکن. 2-3 ثانیه بیشتر وقتتو نمیگیره ولی باعث میشه کانال من سریعتر رشد کنه و از من یه جورایی حمایت کرده باشی. همونطور که گفتم توی این ویدیو قرار هست یاد بگیریم چطوری آمبیانس محیط رو از صدامون بگیریم، یه صدای شفاف و ترتمیز داشته باشیم. گاهی اوقات پیش میاد رکوردر در دستمون نیست و میکروفونی نداریم که به خودمون وصل کنیم یه صدای تر و تمیز بگیریم و با همون میکروفون گوشی موبایلمون یا دوربین داریم صدامون رو ضبط میکنیم و کلی آمبیانس محیط هم داره ضبط میکنه، صدای خیابون، پارک یا هر جای دیگه. ولی قرار هست این صدا رو از بین ببریم، صدا رو شفاف و تر تمیزش کنیم. در ادامه میخوام یه تکنیک خیلی خفن یادتون بدم. حالا تکنیک چیه؟ مثلا شما یه دونه ویدیو دارین ضبط میکنین و 2-3 تا دوربین، 4 تا، 5 تا یا تعداد زیادی دوربین گذاشتیم و به صورت همزمان داریم رکورد رو انجام میدیم. در نهایت توی تدوین باید کل ویدیوها رو با هم سینکشون کنیم و بتونیم ادیتش رو انجام بدیم. اگر بخوایم به صورت دستی سینکشون کنیم که خیلی زمانبر هست و از حوصله خارج میشه و شاید اصلا دیگه پروژه رو انجام ندیم، ولی میایم با این روش در عرض چند ثانیه کل ویدیوهامون رو با هم سینک میکنیم و در نهایت ادیتش رو شروع میکنیم. اگر یه صدای مستر هم داشته باشیم که میتونیم راحت بندازیم زیر ویدیوهامون و به صورت همزمان ویدیوها رو با اون صدایی که رکورد کردیم و خیلی صدای خوبی هست سینک کنیم و صدای ویدیو رو دیگه کلن پاکشون کنیم. پس اگر میخوای یاد بگیری چطوری همه این کار رو انجام بدی، حتما این ویدیو رو ببین. خب من برای این آموزش یکی از کلیپ هایی که قبلا ساختم رو به تایملاین هم اضافه کردم تا بهتون نشون بدم صدام به چه شکل بوده و به چه شکلی در اومده. یکم از ویدیوم پلی میکنم تا کیفیت صدا رو گوش کنید و متوجه مشکلاتش بشین. خب من برنامه کپکات رو باز میکنم. اول نکته این هست که تای ویدیو میاد یه واترمارک یا لوگوی خودش رو میذاره. همونطور که دیدین یه فشو هامی داره، یکم صدا زیره و نویز این شکلی داره. حالا من از قسمت افکت دی نویز رو سرچ میکنم و از قسمت آدیو افکت دی نویزی که برام آورده رو روی صدا میندازم. حالا دوباره کلیپ رو پلی میکنم تا ببینید صدا چه تغییری کرده. ما برای اینکه چنین اتفاق نیفته یادمون نره برش داریم، میایم از بالا سمت راست. خب همونطور که میبینید اون فشش گرفته شده و آمبیانس محیطیش تقریبا گرفته شده. اگر بخوایم دوباره مقایسه بکنیم با هم، من اگر این تیک افکس رو خاموش کنم، افکتی که انداختم روی صدام غیر فعال میشه، دوباره به حالت اول برمیگرده. خب من برنامه کپکات رو باز میکنم. اول نکته این هست که تای ویدیو میاد یه واترمارک یا لوگوی خودش رو میده. تاثیر خیلی خوبی گذاشت، تونستیم هام یا اون فشر رو بگیریم. اگر من به بخش ادیتش برم، چند تا گزینه برام میاره. از بخش پریستش هیوی نویز ریداکشن داره و لایت نویز ریداکشن. اگر خیلی نویز صدامون زیاد باشه ما هیوی رو انتخاب میکنیم و اگر نه کم باشه میتونیم از لایت استفاده بکنیم. از بخش گین میتونیم گین صدامون رو بالا ببریم و کم و زیادش کنیم که ما باش کاری نداریم. از قسمت پروسسینگ فوکوسش میتونیم بگیم که تنظیماتی که انجام میدیم روی کل صدا به صورت یکسان باشه، قسمت‌های پایینی صدا داشته باشه، قسمت‌های بالایی صدا داشته باشه، قسمت های فوکوس روی قسمت های پایین و بالا باشه و میانه باشه که ما روی همون اولی میذاریم به صورت دیفالت باشه. از قسمت اماونتش میتونیم بگیم که چند درصد روی صدا تاثیر بذاریم. میخوایم به صورت دستی این کار رو انجام بدیم تا قشنگ باهاش آشنا بشیم، ولی قبلش من میام از پریستاش هم استفاده میکنم تا تفاوتش رو خودتون بتونید احساس کنید. من روی هیوی میذارم. ما برای اینکه چنین اتفاق نیفته یادمون نره برش داریم، میایم هام صدا رو، اون فشه صدا رو گرفته و صدا خیلی زیر شده. حالا به لایت تغییرش میدم ببینیم چی میشه. از بالا سمت راست ستینگ رو میزنیم. گزینه عدی فشه صدا هنوز هست ولی صدامون زیر به صورت کامل زیر نشده. خب ما یه چیزی بین این دوتا میخوایم که فشه صدا رو بگیریم ولی صدامون زیر نشه. خب من به صورت دستی این رو یکم جابجا میکنم، دوباره پلی میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. دیفالت اندینگ رو، تیکش رو خاموش میکنیم. باز بهتر شد. حالا اگر نیو پروژکت رو بزنیم پروژه جدیدمون باز میشه، بهمون میگه که از چه راشایی میخوایم استفاده کنیم. تا اینجا
اگر صداتون حالا بسته به کاری که دارید انجام میدید اوکی باشه، دینویز با همین راحتی انجام میشه و دیگه کار خاصی نمیخوای انجام بدید. ولی اگه میخواین یکم پیشرفته تر کار کنید، یه گزینه دیگه ای هم داره. از قسمت ویندو بخش ورک اسپیس آدیو رو انتخاب میکنم. اگر چیزی نمایش داده نشود، شما به اسنشال ساوند رو اگر بزنید، براتون پنلش این گوشه سمت راست اضافه میشه. توجه کنید که اگر چند تا لاین صدا دارین، حتما اون صدایی که میخواین تغییرات رو روش انجام بدین سلکتش کنید و از بخش ادیت اسنشال ساوند دیالوگ رو بزنید. خب اینجا یه سری گزینه دیگه برام میاره. از بخش پریست دیالوگش میتونم این پریست ها یا این افکت های صوتی رو به صدام بدم. میتونم مثلا بگم صدام شبیه سازی بشه با صدای یه رادیو یا پشت تلفن حرف زدن، صدایی که از توی تلویزیون داره پخش میشه، صدایی که توی اتاق خیلی بزرگ هستش، توی اتاق کوچیک هستش، یا گزینه‌های دیگه به صورت پادکست باشه. مثلا من اینجا میذارم کلین اپ نویز دیالوگ که خودش دینویز رو هم اعمال بکنه. خب اگر دوباره پلی بکنم، بازش میکنیم قسمتی ازشون رو که میخواین. خب اگر من بخوام این تفاوت دینویز دستی که از بخش افکت انداختم و با دینویزی که توی بخش دیالوگ اسنشال ساوند بود رو مقایسه بکنم، یه دونه دوپلیکیت از صدام میسازم، کلید آلت رو نگر میدارم و صدام رو درگ میکنم به سمت پایین تا عیناً ازش کپی بشه. پایینی رو اختصاص میدم به این بخش که باش کار میکنم و بالایی رو من اگر کلیر آدیو تایپ رو بزنم، تمام تنظیماتی که اینجا انجام دادم ازش حذف میشه و فقط دینویز خودم میمونه. حالا صدای بالایی رو یک بار پلی میکنم. خب من برنامه کپکاتو باز میکنم. اول نکته این هست که فشه صدا گرفته شده و خیلی زیر هستش. حالا صدای پایینی رو پلی میکنم. ته ویدیو میاد یه واترمارک یا لوگوی خودش رو میذاره. میبینید که صدا یکم فشه داره، ولی صدا اونقدرم مثل بالایی زیر نیستش. حالا من میام تغییرات رو توی این بخش انجامش میدم. اگر لاودنس رو بزنم، اتوماتیکش رو بزنم، به صورت اتوماتیک میاد لیول اپ میکنه برام صدا رو. ما برای اینکه چنین اتفاق نیفته یادمون نره برش داریم، از بخش ریپیرش میتونم نویز صدا رو بگیرم، میتونم دیهام بندازم روی صدا و همطور که میبینه خودش به صورت اتوماتیک یه سری گزینه‌ها رو زده و تغییر داده. بعد من حالا میام رو اون تغییرات دوباره تغییر انجام میدم تا به صدایی که دلم میخواد برسه. از بالا سمت راست ستیم رو میزنیم. خب با ریداکت نویز میتونم اون فشه رو کم و زیادش کنم که همونطور گفتم یه فشه هنوز داره، پس اون فشهش رو میگیرم. اون باز میشه به همون میگه که از چه راشایی میخواییم استفاده کنیم. خب تفاوتش رو احساس کردید به چه صورت شد. حالا من باز میخوام بیام یکم حرفه‌ای تر انجامش بدم و خودم این تنظیمات دینویزش رو انجام بدم. پس به این صدا کاری ندارم، یه دونه دوپلیکیت دیگه ازش میگیرم و اینجا کلیر آدیو تایپ رو میزنم، دیالوگ رو میزنم و خودم حالا به صورت دستی پریساتش رو میذارم دیفالت باشه، لاودنسش رو سلکت میکنم، آدیوم و آتومش رو میزنم که لیول اپ بکنه برام صدا رو. یه لوگوی خودش رو میذاره. ما برای این که میبینید که هم نویز داره. خب من از بخش ریپیر اگر بیام ریداک نویز رو انتخاب بکنم، این اتفاق نیفته یادمون نره برش داریم، میایم از بالا سمت راست ستیم رو میزنیم. نویزش رو گرفتم، یکم صدا زیر هست، میام تغییرات رو انجام میدم تا یکم بمتر بشه صدا. حالا اگر نیو پروژکت رو بزنیم، پروژه جدیدمون باز میشه، به همون میگه که از چه راشایی میخواییم. از بخش دیهام میتونم یکم بیس به صدام اضافه کنم و یکم بمترش کنم تا از اون حالت زیری در بیاد و بهتر بشه. میتونیم رندومی سلکتشون کنیم. خب حالا تغییراتی که انجام دادم و یه بار با هم گوش کنیم ببینیم چقدر فرق کرد. ته ویدیو میاد یه واترمارک یا لوگوی خودش رو میذاره. ما برای اینکه چنین اتفاق نیفته یادمون نره صدای اولمون این صدا بود، برش داریم، میایم از بالا سمت راست ستیم رو میزنیم که به صورت افکت های خود پلاگین استفاده کردیم و صدامون رو دینویز کردیم. صدای دوم با خود دینویز اسنشال گرافیک بود. ته ویدیو میاد واترمارک یا لوگوی خودش رو میذاره. سومی هم خودم تغییرات رو به صورت دستی انجام دادم. اونا رو برش داریم، میایم از بالا سمت راست ستیم رو میزنیم. تقریبا صداها توی یه لول هست، یکیشون یکم زیرتره، یکیشون یکم فش داره و ما با این گزینه‌هایی که اینجا تو بخش ریپیر هست میتونیم زیری و بمی و
یا هر چیز دیگه ای از صدامون رو متناسب با چیزی که داریم انجام بدیم و صدامون رو بهتر بکنیم از چیزی که هست. اگر گزینه‌های دیگه‌ش رو بخوام بررسی کنم، از بخش کلریتیش میتونیم یه سری افکت‌های دیگه مثل همون افکت‌هایی که تو بخش دیالوگ بود بهش بدیم متفاوت‌تر، مثلا میگیم اولت رادیو باشه چه اتفاقی میفته؟ تو خاموش می‌کنی. حالا اگر نیو پروژکت رو بزنیم پروژه جدیدمون باز میشه، بهمون میگه که از چه راشایی می‌خوایم استفاده کنیم. میتونیم رندومی سلکتشون کنیم. میتونیم رندومی انتخابشون کنیم. میتونیم حتی بازشون کنیم قسمتی ازشون رو که میخوایم. خب اگه من میخوام تغییراتی که انجام دادم به حالت اول برگردونم، کلیر آودیو تایپ رو که بزنم، تمام مواردی که روش اعمال کردم رو برمیگردونم. یه نکته ای هم بهتون بگم، این که چون من محیطی که توش ویدیوهامو ضبط میکنم ثابته و تجهیزاتی که استفاده میکنم یه تجهیزات ثابتی هست، یه تایمی رو صرف ساخت پریست صدا برای خودم کردم تا به صورت اتوماتیک برام دینویز رو انجام بده و چون شکل صداها یکی هست روی همشون اعمال کنم و دیگه وقتی برای دینویز کردن صدا خیلی صرف نکنم. از بخش دیالوگ میام پریست خودم رو که قبلا ساختم به صدام اضافه میکنم و تفاوتش رو با پلاگین ها و تنظیماتی که به صورت اتوماتیک توی پریمیر بود مقایسه میکنیم. یک بار صدای اول رو که از بخش افکت پلاگین رو انداختیم چک بکنیم این اتفاق نیفته، یادمون نره برش داریم صدای دوم که از بخش اسنشال گرافیک از بخش پریسداش کلین اپ نویزی دیالوگ رو انتخاب کردیم رو حالا باز چک بکنیم. کپکاتو باز میکنم. اولین نکته این هست که تای ویدیو میاد همچنان که میبینید مشکل زیر بودن صدا رو داره، ولی حالا پریستی که خودم ساختم رو درمان یه لوگوی خودش رو میذاره. ما برای اینکه چنین اتفاق نیفته یادمون نره برش داریم، میایم از بالا سمت راست. خب همونطور که میبینید اون صدای زیر بودن صدای از بین رفته، ولی هنوز جای کار برای تغییرات داره. حالا میام روی این تغییرات رو انجام میدم، دیگه نیاز نیست که از اول همه چیز رو بخوام چک کنم. نه بعدی که داره میوت کلیپ آودیو هست که میاد کلن صدای خیلی قابل قبول تر شد و تنظیمات رو حالا اگر بخوام بهتون یاد بدم چطوری سیف کنید، میتونید این گزینه رو بزنید سیف سیتینگ از پریست و اسم بدین و پریست خودتون رو سیف کنید. خب تا اینجا یاد گرفتیم که چطوری نویز صدامون رو بگیریم و بتونیم صدای شفاف و تر و تمیز داشته باشیم. حالا قراره بریم یاد بگیریم چطوری به صورت اتوماتیک صدامون رو سینک کنیم با ویدیوهایی که داریم. پس بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. یادتون باشه وقتی رکورد رو انجام میدید حتما اول یه دست بزنید، باعث میشه یه دونه پالس توی صداتون بیفته و راحت تر بتونه صدا با هم سینک بشه. همونطور که میبینید من 3 تا کلیپ تایملاین هم اضافه کردم. یک پلان هست که با 3 تا دوربین مختلف ضبط شده و من میخوام این رو به صورت سینک درارم و شروع به کات کردن بکنم. اگر بخوام به صورت دستی این کار رو بکنم، اگر کلاکت زده باشه میبینید که اینجا و اینجا حالت کلاکت نمایش داده شده و من باید اینا رو با هم سینکشون کنم که خیلی زمانبر هست و گاهی اوقات اگر از دوربینی اون صدا رو ضبط نکرده باشه ما به دردسر میافتیم و باید با تصویر این کار رو انجام بدیم. خب اگر من بخوام به صورت اوتوماتیک این کار رو انجام بدم، ویدیوهام رو به ترتیب توی لاین های متفاوتی میچینم و لاین یک رو فایل مسترم یا فایل اصلیم قرار میدم تا ویدیوهای دیگه بر اساس وایس این صدا سینک بشن. و اینم توجه کنید که دوتا ویدیو رو هرگز توی یک لاین نذارین چون دیگه نمیتونیم سینکشون کنیم به صورت اتوماتیک و توی لاین های متفاوتی باشن. حالا من ستا ویدیو رو سلکت میکنم، روش کلید راست میکنم و سینکرونایز رو میزنم. همونطور که میبینید پنجره ای که باز میشه، اگر گزینه کلیپ استارت رو بزنم از ابتدای کلیپ همه رو با هم سینک میکنه، اگر کلیپ اند رو بزنم از انتها همه رو با هم سینک میکنه، ولی من میخوام بر اساس آدیوشون سینک کنم پس آدیو رو میزنم. و چون اگر یادتون باشه بهتون گفتم باید صدای مسترتون توی لاین یکتون باشه چون بر اساس لاین یک میاد بقیه صداها رو با هم سینک میکنه و من اگر اینجا اوکی رو بزنم یکم زمان میبره تا این صداها رو با هم مچ کنه و در نهایت میبینیم که سینک شده. خب همونطور که میبینید انجام شد و اگر من پلی بکنم شما هم چی میخوای عزیز؟ که یه صدا هست. حالا من
دوتا صدای پایینی که به دردم نمیخوره رو آنلینک میکنم و حذفشون میکنم و اگر ویدیوها رو پلی بکنم شما استقلالی یا پسپورت این ویدیو صداش سینکه پلیسی این ویدیو هم صداش سینکه و این هم ویدیو اصلیم هستش. امیدوارم از این ویدیو هم کلی چیز یاد گرفته باشی و بتونی سریعتر صدای ویدیوهاتو دینویز کنی و مشکلات صدا رو از بین ببری و یه شفافیت خیلی خوبی به صدات بدی. پس اگر سوالی، نظری، انتقادی، هر چیزی داری حتما توی کامنت ها برام بنویس. سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن. دو سه ثانیه بیشتر وقتتون نمیگیره ولی باعث حمایت از من میشه. دکمه‌ش هم این پایینه.